الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآل وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بینندههای تلویزیونی ایمان و برنامه انعکاس یا رفلکشن برنامه امروز خوش آمدین. امیدوار هستیم از صحت سلامتی کامل برخوردار باشین. بنده در مدت 3 هفته در خدمت شما نبودیم و با برنامه که گذاشته برنامه تکرار هفته قبل بوده. به هر صورت هر برنامه که باشه حتمندش صحبتی هست یا موضوعی است که در ما وقت ما میتونیم از او استفاده کنیم و خوشحال هستم باز در خدمتتان هستیم. تا جایی که شما میدانین در تلویزیون ایمان با پیشکش نمودن برنامه های مختلف حتی الوصه کوشش می نماید که شما این دهای عزیز را خوشحال نگاه کنه و خدمت برای شما در این راستا انجام بده. و به می امیدواری امروز ما برنامه خود شروع می کنیم و البته ما به یک سفر عمره مشرف شده بودیم، خانه کعبه شریف و زیارت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نصیب شدیم و با دعای فراوان نه تنها به خود، به فامیلای شما و به بینده های تلویزیون ایمان و جمله کسایی که در راه خیر کوشا هستند و برای عالم اسلام که در این مشکلات مخصوصا در این شب و روز در مشکلات و چلنج های بسیار طاقت فرسا روبرو هستند، خداوند روشنی و رحمه خدا کنه و همگی فامیلا را به هم نگاه کنه و رشته فامیلا را نسکله. به می حساب برنامه خود امروز شروع میکنیم. چیزی که در هفته گذشته تا جایی که ما اطلاع داشتم گذشت، اول تر از همه در گذشت شخصیت بسیار برجسته و واقعا با احساس و دلسوز جامعه ما را دکتر صاحب سبحان عاطفی که واقعا همگی قلبا دوست داشتنش و یک انسان نهایت شریف بردبار و زحمت کش بود، سایه کمیونیتی خود نتتن، سایه جامعه، سایه وطن خود و در عین زمان برنامه های مختلف تلویزیونی نور و بعض وقتا تلویزیون آریانا افغانستان و همچنان در یه آخر با تلویزیون ایمان هم کاری داشتن و در گذشت زیاره واقعا اکسایی همه میدانیم و خداوند رویشان شاد و غریق رحمت خود بسازه و فامیل و هم بستگانش و جمع دوستا و همکارایش خداوند صبر جمیل نصیب کنه. انسان ها واقعا پر کردن جایت انسان ها کم است. خداوند جمله کسایی را که در ایرا خدمت میکنن خداوند در این زمان خود داشته باشه. همی زندگی است، خوش به حالی که می زمانه هرچی به ما داد دوباره بستاند، ز زندگی دو سه حرف ثبات میماند. کل ما از دنیا قدم میورداریم و سفر میکنیم و چیزی که از ما میمونه از کرده و ناکرده های ما شماست که سر از او زیاد میکنن. و خوش به حال کسی که اعمال نیک و با اخلاق و صمیمیت زندگی کرده باشه یک عمره که کس دست خدا بلند کنه و اخلاص برش دعا کنه. موضوع دیگه که برای خدمت شما عرض میکنم موضوعی بود که ما در کنفرانس هفته پیشتر شرکت کردیم که کنفرانس با ابتکار ارگانیزیشن یا مؤسسه آمو دایر شده بود و همچنان در این قسمت کیر کالیفرنیا که واقعا از ارگانیزیشن های بسیار فعال است که در این ساحه در مسائل لیگل و در مسائل هیومن رایت و حقوق بشر در سایه مسلمان ها و کار کردن و یا مسایه نان پرافیت هستند یا غیر انتفاعی که به خدمت جامعه مسلمان قرار دارن و اتورنیا و یا وکیلایی که در قسمت کار میکنن و اکثر از یا در قسمت وقت خود گذاشتن و واقعا یا تغییر بسیار عمیق در جامعه ما از نظر مسائل هیومن رایت و مسائل قانون و قانون بازی و چه رقم قدر قانون ما آشنا شیم و چی رقم از حق خود دفاع کنیم یا واقعا زیاد در قسمت قدم های برجسته فرا نهادند. و همچنان آمو که واقعا یک ارگانیزیشن فعال است، مخصوصا جوانان را ما در این قسمت تشویق و ترغیب میکنیم که یا موفق شدن یک کمیونیتی فورم با حساب دفته گذشته در رویال پلاس در اینجا پیش برتن و در این قسمت
میمانای داشتن از خریق زارا بیلو که اگزیکیتیو دایرکتر آف کیر برانچ سان فرانسیسکو بود و همچنان از پوشمای ناصری یا ناصری امیگریشن اترنی که از افغانای خود ماست و یام در کیر یکی از مقامای بخیلن در ریاستی هایش سان فرانسیسکو رول داره اونا رو دعوت کرده بودن. متاسفانه سپیکر سیومی که دعوت کرده بودن شیخ علاءالدین بکری او با نسبت به معاذیر که داشت حاضر شده نتونست، اما برنامه بسیار جالب بود، بسیار آموزنده و ما کوشش میکنم که تا جایی که از او برنامه ما چیزهای را ریکارد کردیم در خدمت شما تقدیم کنم و دوباره زی صحبت شود و موضوعاتی که صحبت شد سر از او صحبت میکنیم. و پیش از این که ماده این قسمت شروع کنم میخوایم از امیجان خواهش کنم کم کلیپ اول که شروع از این برنامه را نشان میده او را بگذارن، بعد از ما صحبت های خود ادامه میدن انشاءالله. با ما باش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. بل ها برکتی کلام بر حق دین محفل فرخنده را از آغاز تا پایانش بخیر و با عافیت سپری بفرما. بار الها برکتی کلام بر حق گردانندگان این برنامه را خاصتا جناب برادر عزیز بزرگوار ما استاد غنی جنوب جدیدی، همکارانشان و همه خواهران و برادرانی که در امر خیر دست دا و دست هم سپرده و این امر خیر را سربرا کردن خیر دنیا و آخرت نصیب گردن. به همه بزرگان، به همه برادران، به همه خواهرانی که این محفل خجسته از آغاز تا پایان همکاری میکنن، استماع میکنن سخنرانی، سخنران را خیر دنیا و آخرت نصیب کردن. به زبان سخنرانان ما کلامی را ایر پروردگار عنایت بفرمایی که از آن ما مستفید و رضامندی ذات یکتایی در آن هفته باشد و برکت کلام بر حقت خیر امت اسلامی را چه در این کشور چه در هر گوشه ی دنیا به لطف و کرم خویش لطف بفرمایی، درهای خیر و رحمتت را باز و مشکلات را از همه ما وکافه امت به لطف و کرم خویش دور داشته باشی. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. My name is Hafsa Mujaddidi and I'm one of the board members for Afghan American Muslim Outreach, the Bay Area chapter. On behalf of AMO, I welcome all of you to today's event. This event is usually not like the ones we host before. We had a meeting and thought it was really an urgent need to have a community discussion with officials and professionals who can help us understand and make sense of what's going on today. Our community, both as Afghans and Muslims, have been hit with a lot of different unfortunate news. There's no way to really group it, that's why I'm having a hard time saying it. Our organization tries to foster community events to help find clarifications, answer your concerns, and for that we hosted today. We have three amazing speakers, two of which are lawyers and a part of CARE, and one is Sheikh Aladdin Al-Bakri, who will give us a little bit of an enlightenment, an Islamic kind of understanding of what's going on. For the last couple of weeks, there's a lot of emotions going on in all of our communities, with the executive order taking place and then a ban being placed on the ban. So there's a lot of emotions. I feel like as Americans, we're quite upset, we're disappointed, but as Muslims, we're afraid. And we don't know what to be afraid of. There's a lot of fear of the unknown. And just as a quick reminder, I don't want to take too much time because we do have amazing speakers who will inshallah help us clarify what's going on and as well as answer our questions. We do have a Q&A panel at the end of our event, so if you do have any questions in English, Farsi, or Pashto, we have speakers who will be able to address your questions, so please stay till the end of the event, inshallah. As Muslims, I mentioned, we feel a lot of fear now, but as a reminder that a lot of our scholars are telling us, a lot of people before us have gone through some similar hardships. Not only Muslims, the Jewish community, a lot of the other communities have gone through struggles as we are now. This isn't the first of its kind. But we need to remember to not focus on what is the fear. We do not focus on what is going wrong or what will go wrong or what we will lose. We need to focus on Allah subhanahu wa ta'ala and His mercy and His power. The people before us have gone through hardships. Allah subhanahu wa ta'ala has saved Hazrat Nuh alayhi salam from the floods. He split the sea for Hazrat Musa alayhi salam. And He saved Hazrat Ibrahim alayhi salam from the flames. So what different are we now from then, right? So we need to make sure that we focus on the extension of it, right? That we don't focus on the fear right now. Everyone and everyone will get through the hardship, inshallah. If we stay united, we will be strong. And inshallah, we will get through this. I know the next 4 years seems a little scary for all of us, but inshallah, we will make it through. So just as a reminder, today's events will kind of address the past policies that are similar to the Muslim ban today, as well as the executive order that's in the process of being either accepted or denied. And then inshallah, Sheikh Aladdin will wrap it up with a reminder and a dua for us. So at this time, I would like to ask our director of AMO, Kaka Mujaddidi, to come to the stage and kind of give us a reminder also in Farsi of what the importance of today's event is. Jazakallah. Assalamu alaikum. ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد بله مایدگی از انجمن آمو از تشکری همیش متشکر میکنیم و تشکری زیاد از دخترای بسیار نازنین ما انجمن آمو در سان فرانسیسکو و ساکرامنتو که اینا بسیار زحمت میکشن و ترتیب امیتر یک محفل امرجنسی برای دکترهای ما کار آسانی نبود. خداوند برشان اجر بده. شما برای اینا نسل جدید دکترها و پسران ما دعا کنین. اینا بسیار بسیار الحمدلله ستاره های درخشان ستاره اسلام هستند. آمو در میتینگ که داشتن فیصله کردم که باید امرجنسی میتینگ های در تمام ولایات متحده آمریکا شود که امروز به می ساعتی که شما در تشریف دارین در لس آنجلس هم مجلس بزرگ دارن که وکلای کیر و غیر کیر در اونجا همی های حال هم مشغول سخنرانی هستند و امید است که ما بتانیم در تمام استیت های امریکا و دیگر شهرها مثل ساکرامنتو و فرسنو و در جنوب کالیفرنیا سانتیاگو پلان هایی دارن که ایره برگزار کنن. مصارف این تمام
کنفرانس ها و سیمینار ها را از بودجه مرکزی آمو داده شده و امید است که شما این را باید داشته باشین که هیچ ارگانیزیشن به تنهایی خود و بدون کمک مادی و معنوی همدانان عزیز ما پیش نمیره. جامعه افغانی ما باید که خواهران برادران به این نتیجه رسیده باشیم که ما نمیتونیم از انجمنهای اسلامی و اقلیتهای غیر مسلمانی که در این کشور زندگی دارن ما نمیتونیم تنها زندگی کنیم. بیاین همین فکری که ما یک اقلیت افغان بیاین که در اقلیت مسلمانها یک جا شویم. روزهایی که در پیش رو داریم روزهای آسان نیست، روزهای مشکل است و قسمی که دختر نازنین ما خواهر ما افسر جان گفت قابل ترس است، لیکن ما بیاین آماده باشیم. این کشور کشور قانون است، منابع قانونی را بفهمیم، وکلایی که از ما دفاع میکنن با اونا آشنا شدیم. دیگه ما امروز انتظار داشتیم که حداقل 500 تا 1000 افغان تشریف میارن، در تمام پروگرام ها اعلان شده بود، در تمام مساجد اعلان شده بود، لیکن فقط یک موسیقی کم بود، یعنی ما 1000 نفر میتونستیم داشته باشیم. بیاییم که یک روز باز پشیمان میشیم، یک روزی که همونطور در افغانستان فکر نکردیم و چطور 2 میلیون تلفات در آمدن روسا دادیم، بیاییم که از امروز آماده باشیم که مطابق به قانون همین کشور از خود دفاع کنیم. دیگر امید است که این پروگرام از طرف تلویزیون ایمان هم پخش میشه و امید است و در فیسبوک ها و در یوتیوب هم مانده میشه. امید است که یک افغانهای عزیز ما در تمام اروپا و امریکا و کانادا این سخنانهای عزیز ما که دعوت کردیم بسیار زیاد مهربانی کردن. با سلام مجدد خدمتتان هستیم. مخواستم شما را داخل از این پروگرام بسازم. امر رقم که استاد مجیدی عرض کردن و این پروگرام ها بر از این گرفته میشه که ما بتانیم از یک چیزی بیاموزیم و مطابق قانون و مقررات از این ملک قراری که ما زندگی میکنیم که چی رقم از خود دفاع کنیم، تغییراتی که دواز اجتماعی ما میایه سر ما اثرگذار است و ما چی رقم میتونیم راه یا طرق را جستجو کنیم که در مخمصه خود نپرتیم و مشکلات نپرتیم و تشویش نکنیم. همین پروگرامی را که به حساب آمو سرشته گرفته بود و که رامدهی سم گرفته بود با سخنرانهای دیگه، همین موضوع بسیار مهمی را که صحبت میکردن قراره که پسند صحبت ها میه، موضوع اگزیکیتیو اوردر یا همین به حساب امر فوق‌العاده را که رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ ای را سر دست گرفته و از 27 جنوری کار شروع شده و این چی مانا میده به ما در این قسمت، ما وظیفه ما چی است، چی را باید بدانیم، سر کی مستقیم تاثیر میکنه، سر کی نمیکنه. در مجموع یک موضوع بسیار عمده است خواهر و برادر عزیز. کل ما پروگرام ها را سعی میکنیم در سوشل میدیا، فیسبوک و غیره، در تلویزیون ها و رادیو ها سر از این صحبت میشه، اما این موضوع موضوع ساده نیست که ما بگیم برین یک لاف است یا یک چیز استیر میشه. این سرنوشت انسان ها را تغییر میده و اگر ما از حقوق خود دفاع نکنیم و مؤسساتی که همین صدا را بلند میکنن یا در این قسمت پشتیبانی نشن یا هم نوایی نشن، این صدا ها خاموش میشه. اونمو صدا ها خاموش میشه در حقیقت همین حق را که دموکراسی از این مملکت به ما داده و یا اساسا گرفته میشه. این که از کجا سرچشمه میگیره، کی کار میکنه، موضوع بیخی کاملا چداست، اما در مجموع ما با چشم سر میبینیم که همین کارا دالت واقع شدن است. و در این قسمت یا بس کردن سر امریکن مسلم کمیونیتی که موضوع صحبت از یه بود که کسایی گرین کارت داره در این آردر یا در این امر که این کرده چی تاثیرات میبینن، کسایی که ویزهشان در جریان است که میخواین ویزه بگیرن یا داخل امریکا شدن، داخل امریکا هستن، ویزهشان به کدام جای میرسه و برای اپلای میکنن ویزه چطور میشه، مسائل سیتیزنشپ و غیره و سفرها، این کل چیزها تاثیر داره. می خود اگزیکیتیو اوردر که هست در حقیقت 3 چیز در این قسمت بر ما شما که پسان تشریح میشه این تاثیر داره سر چه 3 مسئله. یکی چیست که این بنظیم مستقیما سر 7 کشور مسلمان است که از این کشورها
کسایی گرین کارت دارن، اگر در خارج از امریکا قرار دارن داخل شدن میتونن، و اگر فامیلشان در بیرون تقاضا کردن که داخل شدن اونا هم چیز نمیتونن، و همچنان از در اینجا هم کسایی که ویزهشان در پروسس هستیر هم نمیتونن ویزه خود تکمیل کنن و یا زیر شدیدن. حتی در میدان های هوایی اگر پرواز میکنن که بین به طرف امریکا، در میدان های هوایی هم از یا سوال جواب میشه و تا با دیپورتیشن یا اخراجشان باعث میشه که کار شد در روزای اول. و بعد از این ما اگر تعقیب کنیم، کسایی که تعقیب کردن میفهمیم که بعض حرکات انجام گرفت، بعض صدای بلند شد تا ای امی مقرره یا امر فعلا دولت تعلیق است، اما این معلوم نیست که بعد از این چی میشه. در این مسائل سو شده، چندین مسات، چندین کورتا یا قاضی های مشهور امریکا از قبیل واشنگتن استیت و داخل کالیفرنیا حوزه نو میگن یا سرکت نو، اینا به حساب ایرا رد کردن و گفتن این غیر مطابق قانون اساسی نیست و این باید تجدید نظر شود. یعنی حرکات موجود است در این قسمت. و اولین کاری که گفتم میکنه ایست که وی ممالک اسلامی را، هفت کشور اسلامی را که عبارت از ایران، عراق، سوریه، سومالیا، سودان و یمن و لیبیا، هفت مملکت است که یا مستقیم زیر می بند قرار دارن، یعنی یا می قوانین سر از یا تطبیق میشه. و فعلا قراری که میگن دولت تعلیق است، اما هنوز هم در میدان های هوایی اگر شما سفر میکنین امکانات از این داره که شما را استاد کنن، امکانات از این همه شما افغانستان از این معضله فیرن در این پرابلم نیست، اما تا جایی که مسلمان ها در هر جایی که سفر میکنن، چون در پشت از این کاسه ها نیم کاسه های دیگه است و این شروعش از این میشه، اما در مجموع کل از این زد اقلیت هاست و زد و قراره که در خود امی بند میگن تمام رفیجی های تمام امی ممالک که میگن یکیش داخل امریکا شده نمیتونه. این قسمت دومش در مقابل نه تنها این هفت مملکت از رفیجی های زیان هم نمیتونن داخل امریکا شدن، و مخصوصا از سوریه که زیادترین تلفات دیدن که قرار بود در سال آینده در حدود 100,000 یا 110,000 مهاجر از تمام ممالک مختلف داخل امریکا شدن، این کاهش یافته به 50,000 و در این قسمت یه هفت مملکت نمیتونه رفیجیاش بیه. و در این قسمت این یک تاثیر بسیار زیاد عمده میکنه سر کلگی. و همچنان رفیجی هایی که در بیرون قرار دارن اگر اپلای کردن تمام پروسیز یا معطل میشه تا ای که گفای دیگه داینده چی میشه. خود اینجا سوال دهی است که این مسات مثلا که ارده پشتر منوشته است Council on American Islamic Society Islamic Relief ای مؤسسات است که واقعا قرار که ما پیشتر عرض کردم کار میکنن و در این قسمت فعال هستن و اینا بر ما شما کمک میکنن که ما چی رقم بتانیم در شرایط خاصی که هستیم. و البته این بند برای 120 روز به حساب دوام میکنه و ببینیم که چی میشه. در این بسیار مسائل است و ما میخواییم از امی جان قسمت دوم از این سلاید بانه که شما کم گوش کنین، باز من تا جایی که امکان داره براتون ترجمه کنم که ببینیم از این چی حاصل میشه. خدا کنه که اگه استفاده داد شد. The Arab Research Center, the CARE and all these organizations coming in solidarity to fight the injustice that we're seeing right now. Without each one of us taking the responsibility to voice our support, whether it's monetary, whether it's in person, whether attending programs and providing education for each one of us, we won't get through this. So inshallah, I ask that you, if you want to learn more about the work that CARE does, please speak with me or Zahra about the program that we provide, and also to do your outreach in the community to be able to provide the services when they are needed. Thank you very much. Thank you so much, Sister Sportmind Asiri. That was really helpful information.
At this time, I want to quickly inform of other events that are going on that have also sponsored our event today. One is the Children of War. They have papers, I think, in the back of the room if you're interested in donating, as well as an Islamic Relief event going on for Afghanistan next week, both Saturday and Sunday here in Hayward, and one in, I think, Rancho Cordova. And those informations are on your table if you're interested. At this time, I'd like to request our next speaker. Sister Zahra Bilu is a civil rights attorney and the executive director of the San Francisco Bay Area chapter of the Council on American Islamic Relations. In this capacity, she leads the oldest CARE chapter in the country, serving the Bay Area Muslims. Sister Zahra not only facilitates trainings and workshops at local masajids and universities, but also provides direct legal services for victims of law enforcement targeting and Islamophobia. She is the person that we always see out there standing in the forefront for us, not only on TV, but in the protesting, even just, you know, a couple weeks ago in the airport. So at this time, I'd like to introduce Sister Zahra Bilu. Assalamu alaikum. How are you doing? Really? I don't know. We have a racist president in office. The most openly racist president we've had in a very long time. So if you're good, maybe we're on different pages. I've gotten less shy about saying it, right? He has targeted our community. He has targeted women. He has targeted the LGBT community. He has targeted disabled people, and he has targeted immigrants. And in some ways, what we've heard from Sister Spojmi, and I would agree, is that much of the policies targeting our communities have existed for a very long time. He's just not hiding it anymore. He's open about it, he's proud about it, he tweets about it, for heaven's sake. So, he's a racist, and I'm just gonna say it. In December of 2015, when he was then just a candidate, Donald Trump said we need to ban Muslims from the United States. He wasn't the only candidate to say it. Other candidates talked about extreme vetting. They said we have to send in surveillance into Muslim neighborhoods. Some of you may remember Ted Cruz talked about Muslim neighborhoods. I was born and raised in the United States in a practicing Muslim household. I have yet to find a Muslim neighborhood. Fremont comes close, but it is not a Muslim neighborhood by any means. And it wasn't just the Republican candidates either. You'll recall that Hillary Clinton, when she talked about our community, said we need to use them to fight ISIS. I don't know about all of you. I don't know how to fight ISIS. I don't know anyone in ISIS. I have nothing to do with ISIS, right? And I'm tired of having to explain that over and over again. But it was very trendy in the 2016 election cycle to talk about Muslims a certain way. And so some of us said, it actually, no matter who wins this election, the anti-Muslim sentiment that has become very normal will take a very long time to clean up. And we worried about the hate crimes and the language and the Islamophobia, but we also worried about the policies that would come from either president. So where are we today? December 2015, they start to say ban Muslims, vet Muslims, interrogate Muslims, can't have Muslims in government. You guys remember, it was a circus. For a full year, it was a circus. In other parts of the world, they laughed at our elections. Usually it's the other way around, but this time, parts of the world laughed at America. In 2016, we saw more attacks on mosques and Muslim organizations than any other year that we've documented before. And in the 10 days following the presidential election, there were more anti-Muslim hate crimes than we have seen in any other 10-day period. There were over 100 that were reported to CARE alone. And those, mind you, you all know someone. Someone yells terrorist at them, their child gets bullied at school, the FBI shows up at their door, and what do? They don't tell anyone, right? Many of us know someone like that, and we're saying, go get help, there's help out there, and they don't tell anyone, right? So when I say 100, that's just who came forward. And we went and we verified their stories, right? 10 days. And again, not just the Muslim community. There were anti-female incidents, right? So women being attacked, blacks being attacked, immigrants being attacked, LGBT individuals being attacked. People were violently attacked across our country from November 8th to November 18th. And it hasn't necessarily slowed down, but what we were saying was
Again, we're concerned about hate crimes and hate incidents, but now we're worried that the highest elected official in this country is someone who is openly racist and Islamophobic and has very little regard for our democracy. So what does that mean? On January 20th, he takes the oath of office. And he tells us in that speech and, you know, in the days leading up to it and afterwards that he's going to move really quickly to fulfill his campaign promises. Again, he's not shy about it. He's not sugarcoating it. On January 25th, so that's Wednesday, January 25th, he signs an executive order. Now, this executive order is not the Muslim ban, but I want to make sure that we're thinking about it so that we remember how our communities are connected to other communities. He says, I'm going to build a wall between America and Mexico. He says, I'm gonna get Mexico to pay for it. And Mexico laughs at him and they're still fighting about it, right? But he signs an executive order saying, I'm gonna build a wall between America and Mexico. He also says, I am going to pull federal dollars from any city or county that declares itself a sanctuary. So what's a sanctuary? A sanctuary is a city or county where the government has said, you cannot conduct immigration raids in our cities. Our police officers value the diversity of our communities. Our jails do things like hold drunk drivers and people who are involved in crimes, but they don't break apart families. They don't deport people before they have their day in court, right? That's a sanctuary. And as Muslims, we should appreciate that concept because it's not just about immigration, which of course impacts us. It's also about FBI interactions. So it's cities that are saying, hey, you know, the FBI can't use the local police to target the Muslim community. بیننده عزیز تلویزیون ایمان و برنامه نکاس قرار که شما مشاهده کردین خواهر زهرا بیغلو زهرا بیغلو راستی یک خانم بسیار فعال است و خصوصا در مسات ارگانیزیشن های افغانی در همه مجلس که دعوت میشه میایه و معلومات لازمه برای کلگی میده و قرار که دیدین یا صحبت کرد از صحبتاش دریافت میشه که نظر خدا عذاب میگه و ای پریزیدنت که پریزیدنت نجات پرست خطاب میکنه و واضح میگه خود از یام ایره واضح میگه و ده هیچ خود از یام اترنیس یا وکیل است و مسائل درک میکنه در صحبت های خود رو یاد کرد و ای حالتی که امروز اگزیکیتیو آردر به حساب تاثیراتش سر مسلمان ها آورده واقعا قابل تشویش است و قابل عزیز که آدم بفهمش قرار که در اول ما صحبت کردم و خانم بیلوی رو باز زیادتر بر ما تشریح میکنه که ما به حیث مسلمان ها وقتی که در میدان های تیاره استاد میشیم ما چی رقم جواب بدیم وقتی که سوال های از ما میکنن تا کدام قسمت سوال رو جواب بدیم کدامش نتیم و در این قسمت یک چیزایی که میگفت وقتی که ما در میدان تیاره فرض محال استاد میکنن ما را بر دلیلی که باشه اولین سوال که میکنن سوالش از اجازه دارن پرسان کنن نام شما چیست و پاسپورت یا هویت شما چی است و زیادتر از یک پرسان میکنن شما در اینجا مسائل مثلا پرسان میگن با کجا میری گفتم میتونید ما کجا سفر میکنم اما خود تشریح کرده نه مجبور نیستن تشریح کنید ما بر چی میرم و کی را میبینم کی را نمیبینم چی میکنم برزی که این حق شماست و اگه سر شما فشار میارن در این قسمت خودت می مجبور هستی سایلنت باشی یعنی جواب گفت میخوای نتی برشان میگین که ما در این قسمت نمیخوایم زیادتر جواب بدم و با وکیل خودت تماس میشم از خاطر این مسائل باید بفهمیم که اکثر ما شما سفر میکنیم و نمیشه که سفرهای خود استاد کنیم چی از افغانستان باشیم چی از سوریه اگر ما در شرایط قرار بگیریم به نام مسلمان و چی رقم ما اگه آمادگی داشته باشیم و کل از یه هدف از امی برنامه یا کمیونیتی فورم اگه گرفته بود هامو از خاطر از این بود که بر ما یک هوشیاری و یک آگاهی بده که چی رقم در این شرایط ما رول داشته باشیم اگر اف بی آی در خانه ما به حساب میایه و کارت خود نشان میده که ما اف بی آی هستم آیا ما شما چی میکنیم؟ آیا دفعتا یا را مثل مهمان نوازی رو داخل میخواییم؟ از یا پذیرایی میکنیم؟ جوابش نه جوابش میگین کارت بگذار باز اترنیم هم رایت صحبت میکنه یا وکیل هم رایت صحبت میکنه و اگر پافشاری میکنن تنها از شما چی پرسان میکنن؟ نام چی است؟ آدرس در خواخ میفهمه دیگه مسائل که تان صحبت نمیتونن کده و برزی که هر صحبت که شما میکنین برزید شما استفاده میشه از این خاطر ما آگاهی زیر داشته باشیم که اشتراک در این پروگرام ها خدا خیر بده ارگانیزیشن آمور که در این قسمت پیش قدم شد و ما وظیفه خود به حیث یک تلویزیون
یا همی که در میدیا هستیم و می شکل انجام میدیم که این آگاهی را به حساب برسانیم. اگرچه اخبار و معلومات بسیار زیاد است در اینترنت و در همه جای، اما بعضی کسا نمیتونن که معلومات ها را قسم که لازم است برای خود تحلیل تجزیه کنن. از این خاطر ما هم قسمت های عمدهشه که سر زندگی ما، کمیونیتی و اجتماع ما مسلمان ها چی تاثیر داره، این ما باید بفهمیم حقوق خود. و در این قسمت به بریک داریم و بعد از بریک دوباره خدمت شما میم و باقی از این برنامه را با نتایج از این انشاءالله صحبت میکنیم. باید با ما باشین. تشکر. ذر میگوید نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفته، در حالی که ایشان در سایه کعبه نشسته بود و میفرمود سوگند به پروردگار کعبه که آنها در ضرر و زیان به سر میبرند، سوگند به پروردگار کعبه که آنها در ضرر و زیان به سر میبرند. ابوذر با خود گفت مرا چه شده است؟ آیا رسول گرامی اسلام در من چیزی دیده است؟ پس نزد آن حضرت رفتم، در حالی که ایشان همان جمله را تکرار می کرد. از آنجایی که غم و اندوه سراسر وجودم را فرا گرفته بود نتوانستم سکوت نمایم، لذا گفتم ای رسول خدا، پدر و مادرم فدایت باد، آنان چه کسانی هستند؟ پیامبر فرمود کسانی که مال و ثروت زیادی دارند و آن را انفاق نمی کنند. با سلام مجدد خدمتتان قرار داریم. نظر به ضرورت بعض وقتها باید وقفه گرفته شود. به این موضوع دوباره دوام میتیم صحبت خود. تاثیرات از این واقعا اگر بسنجین شروعی است که ما فکر میکنیم سپرایز های دیگه هم در پشت خود داره و هر روزی که ما میشنیم یک خبر نو است، یک گل نو به حساب آب داده میشه و یک چیز تازه است در سرزمین امریکا. خود مردمشان هم متعجب هستند، حیران هستند که از این چی میبرایه و جهان هم تماشا میکنند. بیشتر از این طبعا اجنده های هست، صحبت های هست، تیوری های هست که آدم نمیتونه سر از زیاد صحبت کنه. اما با جوان هایی که ما صحبت کنیم در این موضوعات، بعضی جوان هایی که نظریاتشان رو گرفتیم، اونا بعضیشان تو میگن ما بیدار شدیم به این که اگر ما در سرنوشت از این مملکت خودم دخیل ندانیم، خود زیاد آگاه نسازیم، در سیستم خود داخل نکنیم، بر اولاد و اولاد ما هر تصمیمی که بگیرن میگیرن. برای از این که امروز شما خبر دارین که خود مسئله رای دادن هم به حساب گارانتی نداره، قرار که شما دیدن در انتخابات رای اکثریت مردم با تفاوت کم یا بیش به طرف حزب دیگه بود، اما مسئله الکترال کالج
که یام یک موضوع بس است. این ویر بیخی تغییر داد و کسی را آورد که خلاف اکثریت و حساب چوکی ریاست جمهوری شد. و این موضوع دیگه است که یکی از ججای بسیار برجسته این را چالش داده بود که ما باید امریکا واقعا دموکراسی اصلی را بیاریم و این مسئله الکتروکالجی ها را سرش غور کنیم که این مفادش با حساب به مملکت نمیرسه، این در حقیقت در دموکراسی را ضربه میزنه. و این موضوع در گذشتان بلند شده بود، الگور وقتی که بوش جونیور بوش انتخابات داشتن سر الگور هم این واقع شد و از مو وقت تاوال این موضوع بلند است. اما یعنی صدا هزار طرف بلند میشه و کورتا هزار بغل تصور نکنید کل امریکا بر ضد مهاجرین هستن. خود امریکا یک مملکت است که از مهاجرین جور شده، با استثنای خود ایندین یا سرخ پوست هایی که ما میگیم که اولتر از کلگی به این سرزمین آمدن و بعد از اون سیاه ها به حساب کسایی که امریکن افریکن امریکن دیگر ها همه که مهاجر هستن و شمول خود آقای رئیس جمهور و رئیس جمهورهای قابل یا پدر کلانش یا مهاجرت کردن به هر شکلی که بوده یا به رضا یا به صورت اجباری. ممالک خود ما در اینجا که مهاجر هستیم مملکت داشتیم از خود، این نبوده که شب و روز ما در فکر ازی بوده باشیم که مملکت خود اله کنیم. اما امریکا که جور شده قرار که شما میفهمید یک سرزمین مهاجر است. امروز در مقابل کانادا رو شما سیل کنین، کانادا یک مملکت است که مهاجر میپذیره و با مجرده که سر کانادا صدا میشه دروازه خود باز میکنه و حتی صد رازمش و حساب با آغوش باز با میدان تیاره با پذیرایی رفیجای سوریه میره. این از کجا میه؟ این پالیسی از کجا میه؟ و هر مملکت از خود پالیسی جدا داره. از این خاطر در این مسائل ما زیاد صحبت کنیم و از موضوع اصلی دور نشیم، اما تاثیرات زیاد سر ما اقلیت ها به هر صورت دیگه اقلیت ها که ما میگیم تنها ما نیستیم دیگه. در قسمت زارابلو قصه میکنه، میگه وقتی که در ایرپورت سان فرانسیسکو با ما تلفن آمد که یکی از کسایی که داخل ایرپورت شده بودن ساعت یک بجی روز آمده بود تا سه بجی شب احوال ازش نبود که از میدان نبر آمده بود، از گمرک نبر آمده بود. بازی ها سم میگیرن میرن و خبر میشن و کمک میکنن و روز شنبه امروز یک مظاهره یا یک اعتصاب میشه که تا جایی شما خبر دارین سان فرانسیسکو رو مقصه میکنم که تمام در مقابل از ایبام تمام کسایی که تاکسی درایور ها بودن یا کلشان استاد میشن، مسافرها رو یا پیکاپ نمیکنن و امنوایی خود با مردم و با اقلیت ها نشان میدن. و خود زاربیلو قصه میکنم، میگه وقتی که ما رفتم به ایرپورت ما پیش از او توسط همی مسائل ارتباطی و دیگه میل کرده بودیم یا تکس کرده بودیم در حدود 300 نفر فکر میکردن که من وقتی که ما رفتم ببینم از 1000 زیادتر تا نزدیک 2000 نفر گفتن. ما شنیدم که در اونجا حاضر بودن و باور کنید زیادترین از غیر مسلمان ها بودن، یهودا دو بوده و مردم های که جنسیتشان به حساب فرق داره که نامشان LBG میگن LBG کمیونیتی یا برصورت و در ضمن سیاه ها بودن و خود اسپانیک بودن، کسای اینجا سم گرفته بودن که یا کلشان فقط این موضوع دفتن یارا سرشان کدام تاثیر نداشته هم از خاطر دفاع ما و شما اقلیت ها رفته بودن. و این مالا یک قدم بسیار خوب است، یک آغاز را خوب نشان میده که اگر دو ماه پیش سه ماه پیش ما و شما اسلام مطالعه میکنیم به نام اسلام چقدر مردم در این قسمت حساسیت نشان میدادن و یک ریتینگ که گرفتن در حدود 70% به حساب هیترت یا نفرت در مقابل اسلام و مسلمان ها زیادتر بالا رفته بود. اما امروز از 50 پایین تر آمده و روز به روز بهتر میشه و ما در جای صدای امن نوایی را میبینیم. دیدیم که در تکساس چرچی را که سختانده بودن، روز دیگه خبر شدیم که خود یهودا و حساب حاضر شدن یا جویش کمیونیتی اما سنگال خود اختیار مسلمان ها ماندن تا چرچ جور شد. و خبر دیگر دیدیم که در حدود 800,000 دلار توسط گوفند یا چم کردن و زیادتر از غیر مسلمان های کمک کردن که مسجد جور شد. در کانادا ما شما دیدیم که 6 نفر یا 5 نفر را که یکیش زخمی و 5 نفر شهید میشه، ببینید که مردم کانادا چی رقم استقبال میکنن از فامیلش و 25,000 دلار تنها جویش یا کمیونیتی یهود به حساب در قسمت کمک میکنن. و یارا شما دست کم نگیرین، کلش تغییرات است که اقلیت ها احساس کردن که اگر ما دست به دست هم نتیم ما به هم نزدیک نشیم، ما را از هم زیادتر دور میسازن. در اون صورت چانس موفقیت
ما کمتر می باشد که در اینجا ارزندام کنیم. و اینو متوجه باشین که امریکا مملکت ساده نیست که با این سادگی یک قانون سر از یادم تطبیق کنه، اما با مرور زمان اگه در مقابل از این قرار که ما در اول گفتم حرکت نشه و این میشه که این حرکات یا ساواز ها خاموش شد و در اون صورت یا قانون ها سر ما شما تطبیق شد و در این امریکا کسای هستن، خود جمهوری خواه که هستن اکثرش در این ها بسیار متاثر هستن و حزب جمهوری خواه اگر نواقص در کارشان بوده یا دموکرات ها یا به هیچ وسیله نمیخواین که امریکا به یک مسیری بره که با مسیر قهقرا بره یا با مسیر پسرفت بره و از پیشرفت. ما امروز سر افغانستان عزیز خود قسم میکنیم که ما با قرن سنگ رفتیم، با قرون وسطا رفتیم. امروز اینجا به این رقمی که مملکت پیش میره، اگر به می شکل به می منوال پیش بره، اگر چند پلان موفقانه دهی باشه که شک نیست در قاطق پلان ها یک چند پلان شاید ریفرمای خوب باشه، شاید به نفع مردم یا بزنس ها باشه، و زیادترین کسایی که در این قسمت مفاد میبرن سرمایه دار هستن و سرمایه دار ها و تمی خود کابینت خود ترامپ که تجزیه و تحلیل کردن در حدود پول دارایی از یاره که جمع زدن کسایی که گرده زی جمع است در حدود 10% دارایی تمام امریکا پیش از همه تنها تراکم کرده و خودش نشان میده که یک سیستم کپیتالیستی و سرمایه‌داری که ما میگفتیم علنا در قدرت است و قوانینی که آغاز میکنن خلاف قانون اساسی خودشان است. اگر قانون اساسی امریکا را بخونیم چیزایی که میشه در مقابل این امیال به حساب کلش یا زیر پای میمونن و ما شما در طرف کارهایی که میشه کلش ریسیسم است یا نجات پرستی است، این کار را که در زمان هیتلر میشد، در زمان فاشیستی هیتلر میشد و هم اسلاموفوبیا که در جای مردم از اسلام بترسانیم. امروز مسلمان ها زیادترین به حساب کنتریبیوشن در اینجا کردن از نظر به نفوس که دارن، 10% تمام مسلمان ها دکتر هستن، انجینیر ها دارن، سافر انجینیر و غیره و غیره. در جای ببینید بزنس ها توسط مسلمان ها رن میشه و این اقلیتی 8 یا 9 میلیون مسلمان که تخمین میشه یا رو که ببینید اکثرشان فعال هستن، اولادایشان به بهترین مکتب ها میرن، از این خودی شده نمیتونن. و شما دیدین که در خود هاروارد یونیورسیتی در یونیورسیتی بسیار کلان و مشهور در استنفورد در کل نام بعض یونیورسیتی ها فراموشم شده یا در کل از یا در داخل از یک حرکات موجود است و یا اتصابای کردن و خطای نشته کردن امضای کلگی دارن برزی که اکثر پروفیسرهای از یا کسایی زنگ زیر قانون می آین. از این خود این موضوع بسیار موضوعی عمده است برادر خواهر عزیز. رول ما شما خلاصیش که کنیم ایست که ما تعقیب کنیم همی ارگانیزیشن ها را، مثلا همی کهره که ما در اونجا ساینش انداختیم، هر وقت شما مشکل داشتین یا یک نمبر تلفن دادن، این نمبر تلفن منطقه سنوزه یا سان فرانسیسکو است که 408-986-9874 408-986-9874 و همچنان شما در وبسایت از این رفته میتونین و پرسان کده میتونین. و اگر شما را FBI یا کسی گیر میکنه یا پیش شما و حساب شما را استاد میکنه، شما بعض کارتای را جور کنن در دستم است، اینشته میکنه law enforcement or the FBI make ask you for your name. Aren't this limited question of Fifth Amendment right to remain silent? و Fifth Amendment یا قانون پنجم قانون اساسی مملکت یا مزمیمش برای شما این حق میده که شما سایلنت باشین و مجبور نیستین که جواب بدین. و این کارت که شما داشته باشین پاش پیش خود یا درباره ازی بفهمین، اوتومات افسر یا کسی که مسئول FBI و غیره است میفهمن که شما از حقوقتان آگاه هستین. وقتی که شما از حقوقت آگاه شدین به جان نفر دوم هم نمیده، از این خاطر ای کمک میکنه. اگر شما خود اوپن کنین بدون دلیل و خطا شوین و کل معلوماتتان در اختیارشان بتین، تلفن های شما در میدان هوایی که میرین تلفن های شما بسیار معلومات ها دهش است، نه تنها از شما پرسان میشه ارتباطاتان، در این قسمت تا جایی که گفته میشه تلفن های بسیار ساده هم رو ببرین و بعض پروگرام ها را ازش میتونین دلیت کنین و یا در منزلتان بانین. و مسئله خود همی فینگرپرینت که کده فینگرپرینت تلفن های سمارت واز میشه، ای را نظر میتن که اگر دلیت کنین یا آپشنشه کد باشه و کد شما مجبور نیستین که بتین. از این خاطر بعضی چیزهای است و میخوایم مومی جان که قسمت باقی صحبت خانم بیلا رو بانم ببینیم که چی گفتن یاد داره و بعد ازی با عرض صحبت های کم دیگه با آخر ازی برنامه میرسیم. خدا کنه تا بال استفاده شده باشه و شما رو ما متردد نساخته باشیم. یک شروع است. ما آرزو دارم که بتانم همین خانم بیلا رو کده
اترنی خانم سپوجمای نصیری در یکی برنامه خود مستقیم بیارم زنده و اینجا ما صحبت کنیم، یک میز مدور تشکیل بدیم و اگه شما هم کده ما سم بگیرین کوش میکنم در یکی روزای هفته، اگه نشد در روزای آخر هفته و شما هم سم بگیرین سوالایتان انجام بدین، انشالله کمک بسیار زیاد میشه. امید جان باقی از ویدیو را اگلت کنیم. Not Texas, the West Coast took 110,000 Japanese Americans, citizens and non-citizens. They gave them, I think, less than 2 hours notice. They were allowed to pack just what they could carry. And they sent them to American concentration camps. There were 11 camps. The families were there for 2, 3, and 4 years. And to give you a size of how big the room was, imagine a family of four in a cabin smaller than the square footage of this stage for multiple years on end. The restrooms were outside, and sometimes it would get so cold that they would have to use the restroom in a container, right outside their door, and then dump it out later at night. Pregnant women, elderly people, families, and children. Our country did this. And the Supreme Court said, that's okay. It's to protect the homeland. Fast forward to today. You've heard of Black Lives Matter, right? If you're in this room, you've heard of Black Lives Matter. Nearly every day, somewhere in our country, an unarmed black man, woman, or child is killed by the police. And the police officer that does it sometimes does it while the person is running away. Sometimes does it when there is no gun anywhere in sight. Sometimes does it in an escalated traffic situation, and then gets put on paid leave. They don't get fired. And if and when the case goes to court, in the overwhelming majority of cases, there is no jail time served. I say that because it's important that we remember that we need every single strategy and that we are not alone in this. Thus far, alhamdulillah, the courts have sided with the community on the issue of the Muslim ban. But I don't want us to put all of our eggs in that basket. So what is the status of the lawsuits? The New York lawsuit that was filed by the ACLU on Friday night sought to protect people who were already stuck at an airport. So you got on a plane before the order was signed, you landed, and now you're stuck. What do you do? The court in New York said, if you're already here, we will let you in. The CARE lawsuit, which was filed on Monday, specifically the 29th or 30th, specifically says this is in fact a Muslim ban. It violates the First Amendment, and you can tell both based on the campaign statements from the president, as well as the way the actual order is written, right? And then of course you have the statements from Rudy Giuliani and others who've said, I wanted to make this legal for Donald Trump, right? Donald Trump came to me and said, show me how to write a Muslim ban. So that's what the CARE lawsuit does. The most progressive lawsuit right now is the one from the state of Seattle. So the whole state of Washington sues Donald Trump. Like, that's amazing, right? And it tells you that we have friends and allies. And they said, you're hurting our students that are coming in from foreign countries. You're hurting our Microsoft and Boeing workers, right? Like, you're hurting our economy. So the state of Washington takes Donald Trump to court. On February 3rd, a court in Seattle says, this looks really bad, this looks really dangerous, and the risk of harm is high. So we are going to put the whole executive order on hold for 2 weeks. So right now, everything that we've said about the executive order is on hold until Friday the 17th. So our advice to people is, if you know someone from one of these seven countries who is outside of the United States and a non-citizen, if they want to come back, they should come back now. They should come back any moment because we don't know what will happen next. Now, what are the possibilities? Donald Trump could go back to this court in Seattle and fight about the executive order. He could fight about it at the Ninth Circuit, which is the mid-level court that many of us paid attention to this past week. He could take it to the Supreme Court. Right now, though, the most real possibility is that he will just write another executive order. It's something that presidents have used for a long time to do things when they can't get Congress or the judges on their side, right? They just write a piece of paper and they say, I'm the president, you don't get to review it, this is what I want to do. It sounds a lot like the dictatorships, again, that we talk about in other parts of the world, and we're seeing a president now who's doing it.
صحبت های خانم بیلو رو شنیدین. این موضوع ساده نیست که آدم در برنامه یک ساعته بتانه تمام زوایش کبر کنه. منتها من خواستم براتون اما قدر گفتنی هایی که داشتم از این مجلس که شما شریک شیم و در این قسمت بسیار کارا شده. قراره که زهرا بیلو گفت برای ما این چندین مساد چندین کورتا سوکن لاسود فایل کردن در مقابل از این عمل دونالد ترامپ و کیر یکیش از ACLU the National Immigration Law Center, Legal Aid Justice Center, court, Federal Court okay, in New York. I found this on the web for Can You Add Aggression? Federal Court in New York, Massachusetts, Virginia, Washington State, and your college your file kardan wa thousand American yani azara amerikayi protest kardan the airport wa hamchunan در مقابل ازی دیمانستریشن کردن تا 48 ساعت در میدانهای هوایی بودن اکثر از یا که دفاع کنن از همی مردم که تاثیر پذیر شدن از خاطر ازی مموال ساین شده و در هر طرف که ببینین فعالیت های موجود است این رو تصور نکنین و این ساین لیبرتی یا آزادی رو که در پشت سر ما میبینین که مردم امریکا سر ازی افتخار میکرد امروز فکر کنم که امو معنای را نمیده که چند وقت پیش میداد و ای که دنیا با کدام طرف میره ما مطالعه کرده میریم مسائل دکتاتورشپ یا جای نداره و مطمئن استم که بعد از هر سختی یا آسانی هست و ما مسلمان ها وظیفه ما چی است در این ممالک زندگی میکنیم باید قوانینشان احترام کنیم قوانین خود ماست دیگه اولادای ما اکثرشان در اینجا تولد شدند یا خود از یا با حساب همشهری هستند یا سیتیزن از این ممالک هستند و خود ما از امتیازاتش برخوردار هستیم در این که در رگ خون ما افغانیت ما و اسلامیت ما هست اما فعلا وطن ما هم اینجا است دیگه از او خاطر خدا آرامش بده وطن ما را واقعا کنم ضرورت نباشه اینجا باشه اما قراره که میبینیم او آرامش و شرایط را که آرزو داریم روز به روز به بربادی میره به هر صورت این مشعل آزادی که در دست از این مجسمه آزادی است یا کلش زیر سوال قرار گرفته با مردم دنیا یک وقت میفتن امریکا سرزمین آرزوها و خیالها و حالا همی امریکا همو امریکا است اگر نیست چی تغییرات بهش آمده از کجا آمده سوال است که هر کس به اندازه خود جوابش میده پس من این سر عرض مسئله این موضوع اگزیکیتیو بن که در سه حالت سر تاثیر گذیری شده سر مسلمان ها و سر اقلیت ها خود این مسئله دیوال بین مکسیکو و امریکا این کلانترین ضربه را به حساب به اقتصاد امریکا و مخصوصا کالیفرنیا میزنه و این کار است که در این بسیار مردم هستن که تکس دادن زحمت کشیدن اولادهاشون در اینجا تولد شده این کل از این به حساب صدا را بلند میسازن از این خاطر ببینیم که چی میشه الله العالم خداوند بهتر میفهمه که پشت هر شر خیر است پشت هر خیر شر و ما ادامه میدیم برنامه را ما به اینجا به ختم میرسانم انشاءالله تعالی خداوند شما را در پناه عزت خود داشته باشه برنامه ما معمولا ساعت 4 شروع میشه اما چون آذان نماز عصر یا نماز دیگر بین 4 تا 4 7 یا مترا دوام میکنه ما از 14 شروع کردم با یک بریک یک ساعت برنامه ما بود و انشاءالله تعالی در این هفته آینده باز در خدمتتان هستیم اگر امکان داشت که ما همی دو نفری را که گفتم بیارم لایف و همراهش صحبت شوه که در این قسمت یک معلومات کاملا اسلامی و افغانی و حساب در اختیار شما باشه اگرچه ما افغانا فعلا مستقیم زیر خطر نیستیم در این قسمت اما کلگی اگر بفهمه که به نام مسلمان به یک شکل چون یا اکثرشان سوال آخره میکنن که از کجا هستی اول میگن مسلمان هستی یا نیستی از خاطر ما شما باید آگاه باشیم که چی رقم در شرایط ما یک رول داشته باشیم و چی رقم شرایط در این شرایط از حق خود دفاع کنیم تشکر از اینکه برنامه را تماشا کردین تلویزیون ایمان همیشه آرزوی زیر داره که شما بشنوه
و ما ایمیل کنین، با ما تلفن کنین، نظریاتتان رو بدین. این تلویزیون با کمک شما سر پای استاد است و همیشه کمک شما رو نیاز داره. ببینین امروز با یک برنامه میتونین 200 نفر یا 500 نفر آگاهی بدین، اما با یک تلویزیون ما میتونین به هزاران نفر و به حساب آگاهی بدین و این رو با چندین وقت و حتی میتونیم دوباره تکرار کنیم. از این خاطر ارزش تلویزیون همیشه تلویزیون است و از این خاطر تلویزیون ها امروز همین خود مسئله فیسبوک و میدیا رو شما میبینید چه رول داره. بیاییم که کمیونیتی خود سپورت کنیم، پشتیبانی کنیم. همین انجمن های خرد ریزی که دوربر است با یکی دیگه همکار باشیم، متحد باشیم، قلب هم با یکی دیگه خود همکار باشیم، به زبان نگوییم. این همکاری های ما باعث میشه که ما را زیادتر منظمتر، منسجمتر، متحدتر نشان میده. وقتی که اتحاد در جای باشه مشکل است که ما شما را از هم جدا کنن. در حالت چی وسوی اجتماع است، چی وسوی مملکت است و چی وسوی دنیا است. دیگه با این امید شما را به خداوند کریم میسپاریم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول کریم و صلی الله محمد و آله و اصحاب اجمعین. اما بعد برحمتک یا ارحم الراحمین، روز شب شما خوش. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.